واقعیت هم بچه ها میگن که سه تا گروه امروز میرسه که کنفرانس بدن، این یکی از سوالاتشونه، دغدغه‌هاشونه و اکثر بچه ها چون یا داخل روستا هستن از شما تقاضا داشتن اگر میشه زمان تکلیف ارسال تکلیف مثلا از 7 بیشترش کنید، چون اکثرا داخل روستا هستن یا نت ندارن یا ضعیفن. البته هرچی که جناب عالی دستور بفرمایید ما اطاعت امر میکنیم استاد. چشم رو چشم، من اگر نقطه باشه حتما در طول تدریس خدمت شما و بقیه دوستان عرض خواهم کرد. بسیار سپاسگزارم استاد، مزاحم وقت شریف نمیشم، از شما فعلا خداحافظی میکنم. باید باشید، خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. عرض سلام دارم خدمت شما دوستان خوبم، امیدوارم هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. من هم آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان رو دارم. در خصوص سه تا گروهی که امروز کنفرانس دارن، ما صحبتی که با آقای امین داشتیم و درخواستی که شما عزیزان داشتید، سعی کردیم گروه های کنفرانسی من رو سه گروهی قرار بدیم، یعنی هر روز سه تا کنفرانس ما داشته باشیم، سه تا نیم ساعت بشه 1.5 ساعت. با این شرایط ما 7 جلسه رو میتونیم 21 گروه رو داشته باشیم که کلن ارائه کنفرانس بدن. من هم سعی میکنم که ارائه کنفرانس های دوستان رو صفحات کمتری رو قرار بدم که زمان کمتری رو ببره، ولی طوری بشه که بقیه دوستان هم برسن که کنفرانسشون رو برگزار کنن. با این شرایط ما سعی میکنیم تقسیم زمان داشته باشیم بر روی دوستان و دوستان بتونن کنفرانس هاشون رو سر موعد و همون نیم ساعته، حالا با 5 دقیقه کم و زیاد، بتونن ارائه کنفرانسشون رو داشته باشن. با این شرایط انشالله بتونیم که دوستان کنفرانس های خودشون رو و مطالبشون رو بیان کنند. حالا من امروز گروه دوم اولین کنفرانس رو داره گروه آقای احمد کرمی، آقای حسام الدین علیمی اگر اشتباه نکنم، آقای قادری، آقای قهرمانی و بقیه دوستان. حالا میخوام فایل پاورپوینت و پی دی افشون رو بارگذاری کنم، متاسفانه بارگذاری نمیشه. من سعی کردم فرمت فایلشون رو تغییر بدم، انشاءالله اگر تغییر پیدا کرد بتونیم ارائه اول این دوستان رو داشته باشیم. به هر حال ما سعی میکنیم در جلسات باقی مانده دوستان بتونن ارائه خودشون رو داشته باشند. به هر طریق هدف ما اینه که اول کیفیت کارمون رو بالا ببریم و بعد از اون انشاءالله بتونیم از وجود دوستان و نظرات و دیدگاه های خوبشون در هنگام تدریس استفاده کنیم. به هر حال امروز ما اولین گروهی که داریم ارائه داره آقای احمد کرمی که حالا دستشان هم بالا گرفتن که من میکروفون ایشان رو روشن کنم، انشاءالله که کیفیت صداشون خوب باشه. آقای کرمی سلام عرض میکنم. سلام و عرض ادب خدمت استاد عزیز و گرامی، برادر بزرگم آقای دکتر مرادی و همکاران عزیزم. البته نمیدونم صدای من میاد، فکر میکنم مشکل نداره. نه صداتون خوبه، یه کمی حالت بسیار عالی، به هر حال کیفیت صدای خوبی دارید. والا استاد آقای کرمی متاسفانه استاد، بله، حالا من از اونجایی که مشکل برق داریم، یعنی در واقع برق خیلی قطع و وصل میشه، هر آن امکان داره که برق منطقه ما قطع بشه. البته این از گذشته بوده، یعنی توی این چند سال مخصوصا تو فصل تابستون برق خیلی میره. حالا ماشاءالله کشورمون دیگه یه جا زلزله زده است، یه جا سیل زده است، یه جا برق زده است. ولی عرض کنم خدمتتون استاد، من 85 دقیقه از اونجایی که متاسفانه این مشکل حالا وجود داره، 85 دقیقه من تحلیل کردم از صفحه 215 تا صفحه آخر، این خلاصه این 10 صفحه رو من تحلیل کامل کردم. آیا امکان هست شما حالا از اونجایی که چون امکان برق رفتن هست، این امکان هست شما از طریق آقای فرساد دریافت کنید؟ خب یه نکته، شما 5 نفرید، به غیر از شما اگر شما احیانا برق بره آیا نفر جایگزینی هست که محتوا رو ارائه بده یا نه؟ بله، من با همکاران عزیزم، با
کاکسوران قادری از شهر زیبای سردشت از استان آذربایجان غربی. البته من از شهرستان بوکان استان آذربایجان غربی با شما صحبت میکنم. با کاکسوران قادری که ایشون و آقای قهرمانی هماهنگ کردم و حالا این دوستان دیگه هم انشالله ارائه میدم، ولی از اونجایی که وقت گرانبهای شما هم و بقیه همکاران هدر نره، من فقط همین نکته رو میخواستم. از اونجایی که حالا این قطع وصل ها و متاسفانه حضوری نیست و ما ای کاش این سعادت رو داشتیم واقعا حضوری در خدمت شما استاد و برادر بزرگمون باشیم، اینو فقط خواستم بگم آیا از طریق آقای فرساد میتونم این 85 دقیقه رو ارسال کنم؟ اگر حالا که کنفرانس به اون صورتی که قابل قبول نبود، واقعا استاد به اینو کمکاری نگذارید. واقعا ما این 5 نفر تمام تلاشمون رو کردیم و من و بقیه این آقای قادری و آقای قهرمانی در خدمت شما هستیم. و از اونجایی که حالا فرمودید که نیم ساعت باشه، من بدون مقدمه وارد اصل مطلب میشم و اون مطالبی که حالا باید ارائه بدم رو اون چکیده و اون برداشتایی که خودم دریافت کردم با همکاری همکاران عزیزم، این رو به صورت سریع میخونم. اشکال نداره که خودت هم داخلش باشه، هر جای احساس کردی میتونی مثال خوب بزنی، مطالب رو جا بندازی برای دوستان. ما استقبال میکنیم و هیچ کس شما و بقیه دوستان رو کمکار نمیداند. بله. و من میدانم شما از بهترین و حرفه‌ای‌ترین نیروهای آموزش پرورش هستی و من هم قدردان زحمات شما هستم جناب کرمی عزیز. خواهش میکنم استاد، خواهش میکنم، من در خدمت شما و همکاران عزیز هستم. عرض کنم خدمتتون، من ببین شما پاورپوینت رو میتونی اسلایدا رو جابجا کنی، درسته؟ بله بله درسته. ارائه تو بده، در نهایت من خودم از جنبندی خواهم کرد. بسیار عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدای بزرگ و مهربان و حالا اون قسمت و مطالب که در رابطه با مبانی حقوقی بود، حق بر تربیت بود که و حق بر تربیت که آقای فرساد و همکاران عزیزشون در گروه یک ارائه دادن. مسئله بعدی در رابطه با مبانی حقوقی باید از دوستان و همکاران و استاد عزیزم کنم که تکالیف و مسئولیت های تربیتی دولت و خانواده که در اینجا من عرض میکنم که دولت وظیفه داره که حق تربیت رو برای همه شهروندان با هر نژاد، زبان یا فرهنگی رو ارائه کنه، یعنی در خدمتشون باشه. این نوع البته الزام ها هم به تعهدها و وظایف و سیاست گذاری ها در واقع ارتباط داره و اولین موردی که باید بیان کنم تعهد به رعایت هست. خب دولت وظیفه داره که رعایت حق بر تربیت نسبت به شهروندان رو داشته باشه و بر اساس برنامه ریزی ها و چشمنداز ها باید تربیت و حقوق تربیتی رو رعایت کنه. خب این البته برداشت های خودم هست که خدمت شما ارائه میدم. تعهد به حمایت هم که مورد بعدی است که دولت در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها روش های مختلفی باید داشته باشه. اگر به زمینه ها و بسترها نیاز باشه، آن بسترها و نیازها برای جامعه و خانواده رو فراهم کنه. تعهد به وسیله نیست، ابزارهایی هستش که در دست دولت هست، همانند روزنامه، رادیو، تلویزیون و غیره، که تعهد به نتیجه رو هم به سرانجام برسونه. در رابطه با تعهد به زمین سازی برای تحقق کامل هم باید عرض کنم، مثلا دولت 4 ساله یا 8 ساله طبق اون زمان بندی که حالا به صورت راهبردی هست انجام میده، آیا واقعا به نتیجه رسیده یا نه؟ یعنی دولت بر اساس اون تعهداتی که کمی معین و قابل اندازه گیری هست، بعد از اتمام دولت حالا 4 سال اول یا دوم، این نتیجه تربیتی برنامه ریزی شده توسط دولت آیا در واقع در سطح جامعه، در سطح خانواده ها ملموس بوده یا نه؟ این در واقع در رابطه با تعهد به زمین سازی برای تحقق کامل هست. وظایف دولت در خصوص
حقوق تربیتی افران نباید با نقض سایر حقوق همراه باشه. که اینجا هم باید به صورت کامل بیان کنم که به دیگر سخن یا به این دولت باید تربیتی ارائه بده که موجب ضایع شدن و از بین رفتن حقوق دیگران نباشه، از جمله حق بر امنیت، که یعنی نباید نحوه تحقق حقوق مختلف با همدیگر تعارضی داشته باشه، یعنی همزمان هم حق تربیت هم حق امنیت و دیگر حقوق همسو و همگام باشه و این حقوق باعث از بین رفتن یک یا چند حقوق دیگر برای افراد جامعه نباشه، که البته منظور این بند هم به این صورت بود که توضیح دادم. در رابطه با بند بعدی من خیلی خلاصه نوشتم که منظورش، من این رو برداشت کردم به همراه همکاران و دوستان عزیزم در گروه هم، حکومت باید یا حکومت مانند پدر و مادری مهربان باشه، یعنی وقتی که والدین بنا به دلایلی وظایف تربیتی رو به درستی انجام نمیدهند، دولت نیز باید آن را انجام بده. این دلایل باعث میشه حقوق کودکان توسط دولت حمایت شود. چرا این حقوق حالا توسط دولت رعایت حالا هم حمایت بشه؟ به این خاطر که فرزند امکان داره فرزند طلاق باشه، امکان داره مرگ و فوت والدین رو حالا اون کودک متاسفانه تجربه کرده باشه، پدر و مادرش فوت کرده باشه، مشکلات روحی روانی و جسمی کودک یا حتی والدین، تمکن مالی، مشکلات اخلاقی و غیره، که به کمک کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی و دادگستری ها قوه قضاییه به این موارد میتواند در قالب بسته های حمایتی کمک معیشتی و کلاس های حضوری قبل از کرونا مکانیزم های قضایی برای برخورد قانونی را میتوان اشاره کرد. تبعیض مثبت به این خاطر لحاظ میشد که این کودکان یا نوجوانان زیان دیدن و اولویت های بالاتری نسبت به موارد دیگر دارند. یعنی وقتی که در واقع حکومت مثل پدر و مادری مهربان باشه و در خدمت اون مردمش باشه، وقتی که این مردم، حالا این مردشون فرزندش، مردمان فرزندان حکومت هستن، پس فرزنده، حالا طلاق میتونه اون فرزند طلاق باشه، پدر و مادرش فوت کرده باشه، اون مشکلاتی که حالا عرض کردم به صورت بند، خب اینو به کمک کمیته امداد و بهزیستی و دادگستری ها با استفاده از اون مکانیزمی که دارن و اون سازوکارهایی دارن، در واقع حکومت میاد مشکلات رو رفع میکنه. در رابطه با سیاست گذاری ها و برنامه ریزی در خصوص تربیت در زمره اعمال حاکمیتی است که در اینجا باید بیان کنم. جناب رو من اینجا ذکر کنم، شما خیلی خوب داری میگید و برداشت منطقیه. گفتی تعهد به رعایت. تعهد به رعایت بیان میکنه که دولت باید حقوق تربیتی افراد رو انجام بده، زمینه آموزش و پرورش رایگان کامل و با کیفیت رو برای مردم فراهم کنه. اما این تعهد به رعایت نباید به سایر حقوق کودکان و دانش آموزان و فراگیران تجاوز کنه، مانند حق امنیت، مانند حق کودکی، حق آزادی، حق زندگی. این تعهد به حمایت که شما بیان کردید خیلی خوب گفتید که دولت مانند یه پدر و مادر مهربانه، تعهد به حمایت بیان میکنه اگر کودکی، دانش آموزی که در سن فراگیری آموزش و پرورش رایگان کامل و الزامی است، اگر دارای پدر و مادر بد سرپرست باشه، اگر تک والد باشه، اگر کسی رو نداشته باشه که این کودک رو به مدرسه بفرسته، هزینه هاش رو تقبل کنه، دولت موظف است که این کودک رو تحت چتر حمایتی خودش قرار بده. اینجا یک مفهومی رو گفته، خیلی قشنگ گفته، تحت عنوان تبعیض مثبت. ما وقتی میگیم تبعیض یعنی نابرابری، همه از کلمه تبعیض بدمون میاد مورد تبعیض قرار بگیریم، اما اینجا میگه تبعیض مثبت. یعنی چی؟ یعنی یک کودکی که شرایط، امکانات و لوازم لازم برای آموزش رو نداره، دولت بیاد این رو بهش بده، در حالی که این رو به بقیه بچه ها نمیده. این بهش میگن تبعیض مثبت و این همون مبحثیه که شما خیلی خوب گفتید تحت عنوان تعهد به حمایت. اما حمایت از کی؟ کودکانی که باید در مدرسه باشند اما به دلایل متعدد
هنوز نیستن، دولت باید اینا رو تحت حمایت خودش قرار بگیره. در خدمت دستیم. خواهش میکنم استاد عزیزم. بله، تبعیض مثبت البته این مفاهیم عدالت، برابری، برابرتر بودن، عدالت محورتر بودن، یه مفاهیم بسیار عمیق است که باید اساتید و مانند شما بزرگواران در واقع باید تحلیل کنن. ولی خب من بر اساس اون برداشتی که امکان داره اشتباهاتم توش باشه در واقع در خدمت شما هستم. و در ادامه که بحث سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها در خصوص تربیت در زمره اعمال حاکمیتی هست رو باید خدمتتون عرض کنم که اقدامات سیاسی، تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها در رابطه با تربیت به صورت حاکمیت نیز انجام می شود و این واگذاری ها بر اساس برداشت من می توان به معنی خصوصی و فی سبیل الله کار می کنن. یعنی مثل خیریه ها، برگزاری مجالس مذهبی در مساجد، در حسینی ها، در خانقاه ها، در مکان های دیگر که با اصول تربیت حاکمیت را رعایت کنن. یعنی در واقع اون سیاست و برنامه ریزی ها باید در همه اون جامعه دیده بشه. و در رابطه با مسئولیت حفاظت از شؤون تربیتی کودکان، والدین، وظیفه والدین و قبول مسئولیت را هم باید عرض کنم که حفاظت، پشتیبانی و حمایت از تربیت کودکان صرفاً بر عهده دولت نیست، بلکه والدین نیز مسئولند و باید وظایف خود را در قبال تربیت کودک بدانند، بر عهده بگیرند و به آن عمل کنند. والدینی که دارای مشکلات اخلاقی یا حتی فاسد هستند و باعث ضایع شدن حق بر تربیت کودک و نوجوانان و فرزندانشون می شود، با سازوکارها و ارتباطات دیگری با سازمان زندانها، بهزیستی، کمیته امداد و غیره دارند. بر اساس قانون تمهیدات برخوردها و کمک‌های مختلفی را اجرا خواهند کرد. لازم به ذکر است که حتی اشخاصی که مراکز خیریه باز می کنند اما پشت آن اعمال مجرمانه انجام میدن، توسط مکانیزم‌های قانونی و قضایی تحت پیگرد قرار گرفته و دستگیر شدند. که البته این مکانیزم‌های قانونی و قضایی هم عرض کنم که در واقع جامعه مثل زنجیر به همدیگه متصل هست و اون والدینی که در قبال کودکانشان اون وظایفی که هست بر عهده نمیگیرن یا انجام ندهن، این چرخه، حالا این زنجیرها از هم دیگه گسسته میشه و نوعی چرخه بی‌اعتمادی، فساد، حالا فساد میتونه تعاریف مختلفی داشته باشه و مواردی دیگه که اتفاق میفته. و البته مراکز خیریه هم بودن که حالا تحت پوشش خیریه اقدامات مجرمانه انجام دادن و البته اون مکانیزم و سازوکارهای قضایی و قانونی هم در واقع حفاظت میکنه، پشتیبانی میکنه از اون تربیت کودکان و وظایفی که والدین باید انجام بدن. و البته این در رابطه با اون تحلیل های من بود و همکاران عزیزی که بهم کمک کردن. در رابطه با مبانی روانشناختی هم که باید عرض کنم که تربیت رسمی و عمومی سنین خاص، یعنی دوره های کودک و نوجوانی رو پوشش میدهد و از آنجایی که مراحل رشد و خصوصیات در این سنین برای کسب دانش و علم نیست است، پس نه تنها بعد جسمی در سنین رشد بلکه بعد روحی که همان بعد روانشناختی نیز است را در تربیت رسمی و عمومی باید لحاظ کرد و دانش روانشناسی دانش تجربی است. حداقل دست کم الان دانش تجربی و بسیار پرکاربرد است و در تدوین فلسفه تربیت رسمی و عمومی جایگاه ویژه‌ای دارد. که البته اینجا هم که همزمان بعد روحی رشد میکنه از لحاظ روانشناسی و اون ذات و فطرتی که هست، از لحاظ جسمانی هم رشد میکنه و بر اساس همین بعد روحی هست که موضوع روانشناختی هم مطرح میشه. و در ادامه آدمی تحت تأثیر تعامل پیچیده و تأثیر متقابل عوامل درونی
طبیعت و فطرت، عامل بیرونی محیط و تجربیات خیش است، که البته این سه عامل درونی، بیرونی و تجربه، آدمی با توجه به داشتن تفکر، اراده و عمل که تعیین کننده تبلور هویت و شخصیت اوست، طبق عوامل درونی و بیرونی تحت تاثیر قرار می گیرد. خود انسان موجودی بسیار پیچیده است و از این دو عامل نیز بر میزان پیچیدگی انسان می افزاید. پس با توجه به دریافت تجربیات خود شخص، هوش شخص، هویت و شخصیت شخص و انگیزش شخص، محصول نهایی ارتباط دو سویه و دو طرفه با مجموعه وسیع از عوامل درونی و عوامل بیرونی است. همانطور که مشخص است، عوامل درونی به پارامترهای نفس، طبیعت، سرشت اشاره دارند و عوامل بیرونی هم که مشخص است به محیط فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی و دیگر موضوعات اشاره می کنند. پس در واقع آدمی تحت تأثیر این سه پارامتر درونی، عامل درونی، بیرونی و تجربیات خیش قرار می گیره. در ادامه هم که اینجا در بند بعدی آمده که آدمی اساساً طبیعت فعال دارد، منبع اساسی رشد در وجود آدمی است و آدمی نیز با کوشش و تلاشی که دارد مشارکت فعال و پویا در طول حیات زندگی خود را انجام میدهد، اگرچه این مشارکت در سالهای کودکیشون خب به طبع خیلی کمتر است، اما با افزایش طول عمر این پارامتر شدت و نمایش دیگری پیدا خواهد کرد. در حقیقت انسان موجودی کاملا پذیرنده و مطیع نیست، یعنی نمیشه در واقع بر انسان مسلط شد که طبق نظر و خواست دیگران به صورت کامل زندگی کنه. از طرفی نباید انسان را موجودی بدونیم که بر تمام مراحل رشد خود مسلطه و تمام مسئولیت هایی که در مشارکت اجتماعی خود باید انجام بده رو به عامل بیرونی منتسب کنه و از زیرش مسئولیت شانه خالی کنه. پس نه فقط عامل بیرونی به صورت کامل و نه عامل درونی به صورت کامل نقش دارن و این و تمامی این دو عامل بر اثر تحولات انسان در زندگیش تاثیرگذار هست. همون چیزی که در بالا بهش اشاره کردم که سه عامل درونی، بیرونی و تجربیات باعث میشه در واقع نه تنها آدمی طبیعت فعال داشته باشه، بلکه تحت تاثیر این تعاملات پیچیده قرار میگیره که جهانی هستش که در آن زندگی میکنه. و در ادامه آقای کرمی، بله جانم، پرانتز باز کنم، برگردم رو به عقب. خواهش میکنم دوستان، ما گفتیم داریم مبانی فلسفه تربیت رسمی رو بیان میکنیم، مبانی سیاسی رو گفتیم که بیشتر آمد سمت سوی دولت، حاکمیت، که نقششون در تربیت رسمی چیه. رسیدیم به مبانی حقوقی، اونجا هم بحث حقوق رو مطرح کردیم، بحث حق و تکلیف رو گفتیم، گفتیم کودک چه حقی داره، خانواده چه حقی داره، دولت چه حقی داره، مؤسسات غیر دولتی در بحث تربیت چه حقی داره. حالا رسیدیم به بحث روانشناسی. روانشناسی چرا به عنوان یه پایه مطرح میشه؟ چون ما با انسانی سر و کار داریم که توی یک سالگی با دو سالگی تفاوت خلق و خوی داره، توی 6 سالگی با 10 سالگی تفاوت رفتاری، گفتاری، کلامی، نگرشی داره. خب ببینید اینجا ما داریم میگیم آدمی اساسا طبیعتی فعال دارد. خب اینو چرا داره به ما میگه به عنوان یک گزاره؟ داره به ما میگه که ای معلم، ای والدین، ای جامعه، این انسان موجودی فعاله. شما نمیتونید اینو توی یک کلاس، توی یک قفسه قرار بدید، با مدت یک ساعت و نیم بگی فقط گوش کن، حرف نزن، از جات بلند نشو، تنبیهش کنیم. ما اینو داره برام بیان میکنه، یعنی اینکه چون انسان طبیعتی فعال داره، داره به من خط میده که تو بیا این رو در فرایند تربیت فعالش کن، خودت برو نقش تحصیلگری، خودت برو نقش هدایتگری. ما در مدرسه ما 100% معلم فعاله، دانش آموز کاملا منفعله. یعنی بعضی موقع ما بهترین کلاس رو کدام کلاس میبینیم؟ کلاسی که هیچ صدایی ازش بیرون نیاد بجز صدای معلم، بگیم به به عجب کلاسیه. در حالی که در اساس مبانی روانشناسی میگه ما باید دانش آموز و از فعال بودنش، پر انرژی بودنش و اینی که
این دانش آموز این طبیعت رو داره، ما اینو به کار بگیریم. اما ما معمولا دانش آموز رو موجودی پذیرنده، منفعل و بیشتر دریافت کننده میبینیم تا اینکه یک فردی باشه با ما بحث کنه، گفتگو کنه. ببینید این مبانی ها داره این رو بیان میکنه، وقتی میگه انسان موجودی است که یک درون داره، یک بیرون داره و یک خود داره، ما باید در فرایند برنامه درسیمون، در فرایند تربیت رسمیمون، هر سه تا این تعاملات پیچیده محیط و درون و خود فرد رو به کار بگیریم که بتونیم یک نتیجه ثمر بخش از کودک در بیاریم. پس این مبانی ها و گزاره هایی که داره بیان میشه میخواد به ما خط بده، میخواد به ما بگه که اصول تربیت درست و مبانی اصلیش باید روی اینها سوار بشه. وقتی که روی اینها سوار بشه، ما میتونیم بگیم یک مبنای تربیت رسمی درست داریم. بگید آقای کرمی عزیز. خواهش میکنم، خیلی ممنون بابت توضیحات کامل. البته استاد باید بفرمایید، این چون حالت سریع و استرس گونه است که این رو بیان میکنم، به این خاطر به هر حال ببخشید اگر کم و کاستی های زیادی هم داره. شما رو من قبول دارم که حالا خیلی خوب گفتی، ولی بعضی موقع من یه پرانتز باز میکنم برای اینکه که هم شما یک نفسی تازه کنید و هم یک سامان مجددی بزنید. بله خیلی ممنون. بله خواهش میکنم، خدمت از منه. و بله، در بند بعدی انسان ها در عین داشتن اشتراک در بسیاری خصوصیات تفاوت های بین فردی و درون فردی قابل ملاحظه نیز با یکدیگر دارند. در اینجا ترکیب پیچیده عوامل درونی و بیرونی باعث شده که تفاوت فردی و شخصی مشخص شود و همین تفاوت ها نیز باعث شده که هر شخص از کودکان یا نوجوانان دنیای مخصوص خود را داشته باشند. این تفاوت ها میتوان در زمینه رشد، یادگیری، علاقمندی ها و سلیقه های مختلف باشند و هر یک از انسان ها توانایی های مختلفی در زمینه نامبرده داشته باشند. حالا در رابطه با اون ترکیب پیچیده عوامل درونی و بیرونی و اون تجربه شخصی که بیان کردم، اینجا مثلا میگه حتی از لحاظ رشد هم میتونه تفاوت داشته باشه. میبینیم مثلا یک کودک در واقع رشد کمتری داره به نسبت همسن و سال و اون یادگیری هم، حالا مثلا کودکی میتونه یادگیریش مثلا هوشش مثلا 120 باشه، کودکی دیگر مثلا میتونه هوشش در واقع به نسبت کودکان دیگر متفاوت باشه. و این تفاوت ها یا حتی علاقه، مثلا یک کودک بیشتر به گل و گیاه علاقه داره یا کودک دیگر مثلا به ربات. البته این چیزایی هستش که من شنیدم و فکر میکنم اینطور هست، شاید نقایصی هم داشته باشه در توضیحات. خب در رابطه با رشد آدمی، نه تنها صرفا ناشی از محیط و نه صرفا امری زیستی و تابع الگوی جهان شمول کاملا منطبق بر همه است، بلکه ماهیتی منعطف و قابل شناسایی دارد که در اینجا رشد اگر دارای جنبه ها و پارامترهای قابل اندازه‌گیری باشد، اما در نهایت این پارامترها و جنبه های امری غیر قابل اندازه‌گیری خواهند شد. یعنی در زمینه رشد این پارامتر میتونه قابل اندازه‌گیری باشه، اما در زمینه روح ما نمیتونیم اندازه گیری بکنیم که در ادامه رشد به صورت مرحله به مرحله و تدریجی است. پس رشد در بعد جسمانی پارامتری است که قابل اندازه گیری است، مثل سن، قدر، وزن. و با ادامه رشد کودک و وارد شدن به مراحل دیگر از زندگی، رشد از بعد روحی یا روانشناسی میتواند غیر قابل اندازه گیری باشد. مثلا ما نمیتوانیم میزان تقوا، میزان وطن پرستی، جان بر کف بودن برای این سرزمین عزیزمان ایران، محبت به هر نوع، اینا رو اندازه گیری کنیم. چون در واقع میزان تقوا، میزان وطن پرستی، محبت قابل اندازه گیری نیست و نمیتونیم عددی رو بهش اختصاص بدیم. در ادامه همین رشد است که تفاوت‌های فردی و شخصی در قالب رفتارهای مختلف از انسان‌ها را میتوان مشاهده کرد، اما از جنبه های کیفی را
در رفتار اشخاص تا حدودی یا زیاد میتوان دید. پس مثلا همین رشد قابل مشاهده هست، یه متر هست، یه دستگاه وزن هست، ترازو هست برای رشد، میزان وزن، قد. اما برای همین موارد وطن پرستی، تقوا، محبت به هم نوع، دوست داشتن همدیگه، میتونیم در رفتار اشخاص تا حدودی یا زیادی ببینیم که اصلا واقعا طرف از لحاظ عمل چه رفتاری رو از خودش بروز میده که این هم با عدد قابل اندازه گیرد. و در ادامه یادگیری یکی از ظرفیت‌های وجودی آدمی و منشأ اصلی بسیاری از تحولات در ابعاد وجودی اوست که من در ادامه آنچه که انسان یاد می‌گیرد و همین یادگیری حاصل ارتباط دوسویه پیچیده سرشت و فطرت، عوامل محیطی مثل تجربه فردی، محیط مادی یا معنوی و فرهنگی، اراده و عمل اوست. عوامل اجتماعی نقش اساسی در یادگیری دارد، اما یادگیری نیز نیازمند زمینه است و به انگیزش و خواست و اراده آدمی برمیگردد. لازم به ذکر است که آدمی به صورت همیشگی و مادام العمر در حال یادگیری است. که در واقع این بند رو هم با اون توضیحاتی که ارائه دادم در رابطه با شخصیت یا هویت، ترکیب پیچیده پویا و حاصل تعامل اراده فرد با عوامل محیطی مثل عوامل زیستی، اجتماعی، فرهنگی، شناختی و روانی است. انسان بر اساس پارامترهای مختلفی شخصیت خواهد داشت. شخصیت انسان از بعدها و جنبه های گوناگونی تشکیل شده و همیشه بین جنبه های جسمانی، عقلانی، عاطفی، اجتماعی، معنوی، هویت، شخصیت انسان ارتباط و پیوستگی عمیقی وجود دارد. در واقع با این ترکیب پیچیده و تجربه شخصیت و هویت انسان شکل میگیره. پس در واقع زمانی شخصیت شکل میگیره و با اون عوامل محیطی، اون عوامل اجتماعی، فرهنگی، اون عوامل درونی و تمام اینها باعث ایجاد شخصیت میشه که ترکیب اون پارامترها رو هم بیان کردم. و در ادامه رشد آدمی در همه ابعاد رخ میدهد و محصول تعامل با عوامل متعدد است. همونطور که در صفحه قبل نیز توضیح دادم که رشد انسان در بعد جسمی و بعد روحی اتفاق می افتد، همزمان با رشد جسمی انسان رشد روحی نیز اتفاق می افتد و این رشد در بعد جسمی و روحی دارای مراحلی است که با توجه به عوامل درونی و بیرونی شخصیت انسان ایجاد می شود. که تقریبا این مورد هم تکراری بود تا حدودی من توضیح دادم. و در رابطه با انگیزش و میل درونی بر پایه شخصیت و اراده از مبادی مهم عمل آدمی است. لذا توجه مناسب به انگیزه اعمال جایگاه خاصی در حیات و در زندگی دارد. انگیزه در حیات آدمی نقش بسیار مهمی دارد. انگیزش بر پایه دانستن، شناختن و خواستن است. انگیزه دارای پیچیدگی هایی است که نظریه جامعی در رابطه با اون وجود نداره. در واقع بعد از فرضیه ما نظریه رو داریم. فرضیه اثبات نشده هست و نظریه در واقع اثبات میکنه. و اینجا میگه در واقع چون نظریه جامعی در رابطه با اون وجود نداره، پس میتونیم یه جورایی بگیم این بعد میتونه یه فرضیه باشه، اون جزئیاتی که ارائه داد. اما مواردی وجود داره که در خصوص انگیزه ارائه شده است که به صورت خلاصه میتوان بیان کرد: انگیزش متأثر از هدف انسان و شناخت آدمی و تحت تأثیر روابط فردی و هویت انسان و افکار او، خودپنداری انسان چه به صورت مثبت و منفی است و فاز مثبت یا فاز منفی داشته باشه. و انگیزش را با وجود عوامل درونی و بیرونی بر اساس انتخاب و مسئولیت فردی با توجه به قدرت تفکر است که در کتاب هم به این صورت بیان شده. آقای کرمی، خب
چرا؟ دوستان از کیفیت صدای شما یا ناراضی هستن و احساس میکنن که کیفیت صدای شما به خاطر همون صدای بم بودن، میگن اگر امکان داره شما جا به جا کنیم، مثلا میگم یکی از دوستان دیگه گروه شما آقای قادری، آقای قهرمانی، که ما بقیه خواهش میکنم، من در خدمت شما هستم. به هر حال ببخشید که این صدای حقیر رو هم شما و هم دوستان عزیزم، همکاران عزیزم تحمل کردید با اون توضیحاتی که حالا واقعا نواقص زیادی داشت و خیلی متشکرم که گوش دادید. آقای گرمیانا صدای شما کیفیتش بالا رفت، چه کار کردی یه دفعه کیفیت صدا بهتر شد؟ این والا حقیقتش این میکروفون من نویز داره، یکم اگه فاصله داشته باشه کیفیت صدا به شدت میاد پایین و اون در واقع فقط این میکروفون رو نزدیک تر کردم به جلوی دهانم. دهنم اون همه میگن درست شد، عالی شد، حالا دیگه دست خودته. من معذرت میخوام از دوستان و همکاران عزیز و از شما. چشم، ادامه میدم و حالا این پارامترهایی که در کتاب هم در رابطه با انگیزش بیان شده دوستان که میتونن مطالعه کنن، در رابطه با مبانی جامعه شناسی توضیحاتی ارائه داده که من در اینجا به صورت مختصر بیان میکنم. تربیت رسمی و عمومی تابع مقتضیات محیط اجتماعی شرایط تاریخی وضعیت جامعه است. با توجه به آن که موضوع تربیت جامعه و مردم را در بر می‌گیرد، پس نمی‌توان از دانش جامعه شناختی صرف نظر کرد و آن را به کار نبرد. در واقع میگه تربیت رسمی و عمومی از اونجایی که در جامعه نقش داره، در شرایط تاریخی، در وضعیت اجتماعی، در موضوع تربیت جامعه و مردم نقش داره، پس ما نمیتونیم پارامتر مبانی جامعه شناختی رو در واقع حذف کنیم یا صرف نظر کنیم یا حتی تقلیل بدیم. حالا اون مبانی هم که مبانی سیاسی، مبانی حقوقی، مبانی روانشناختی که ارائه کردم و حالا مبانی جامعه شناختی. خب در ادامه اینجا شعری هستش از حکیم سخن، سعدی شیرازی رحمت الله علیه، که یکی از بزرگان سرزمین پارس هست، که در واقع سرزمین پارس که در واقع من عاشق این عارفان و بزرگان سرزمین پارس هستم، یعنی مولانا، سعدی شیرازی و خیلی بزرگان دیگر که متاسفانه اون حالا این انتقاد رو هم بکنم که آموزش پرورش نسبت به این بزرگان خیلی ظلم کرده و اون آثاری که باید در اونجا لحاظ بشه رو در واقع این آثار این بزرگان رو در ادبیات لحاظ نمی‌کنه. و این رو هم البته عرض کنم که این ابیات رو می‌خونم که در رابطه با جامعه شناختی است. گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، به دو گفتم که مشکی یا عنبری که از بوی دل آویز تو مستم، بگفتا من گلی ناچیز بودم ولی که مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاک که هستم. که البته در رابطه با همون کمال همنشینی و اون تأثیراتی که مردم میتونن نسبت به همدیگه، اون اعضا، اون جزء جامعه که فرد هست یا اون خانواده بر خانواده تأثیر داشته باشه، اون افراد که مثل زنجیر به همدیگه متصل هستن میتونه نسبت به همدیگه تأثیر داشته باشه، که این شعر هم عرض کردم که از حضرت سعدی بود. و در ادامه، جامعه حیاتی مستقل از حیات فردی آحاد خود دارد، که توضیحش اجزای جامعه از انسانها تشکیل شده است و در حقیقت جامعه دارای روح و جسمی مستقل از اجزای آن دارد.
همانطور که روح و جسم انسان مستقل از جامعه است، پس انسان با دو روح و دو حیات زندگی می کند. حیات و روح فردی انسان، حیات و روح فردی انسان که حاصل حرکت گوهری اراده و خواست و عمل اوست، و حیات و روح دیگر حاصل زندگی اجتماعی است که هر جز دارای هویت فردی و مجموعی آن هویت جمعی یا اجتماعی را تشکیل می دهد، که در واقع میگه جامعه حیات مستقل از حیات فردی داره، از حیات تک تک افراد جامعه داره، و انسان با محیط جامعه و آحاد آن تعامل دارد. و از دیدگاه اسلام انسان صرفا نگاهی محیطگرایانه یا فردگرایانه نباید داشته باشه، بلکه به هر دو از موقعیت ها باید اهمیت بده، هم اهمیت بر اساس اون تفکر و خرد که نسبت به جامعه و هم نسبت به اون تک تک افرادی که در اون جامعه زندگی میکنن. نسبت فرد و جامعه نسبت وحدت و کثرت است، که البته اینجا هم باید بیان کنم که در واقع اون فرد، حالا ما نمیتونیم مثلا شخصی رو در جامعه در نظر بگیریم، مثلا به این بگیم یک نفر و نیم. منظورم اینه که فرد یا یه انسان تجزیه پذیر نیست، بلکه واحد هست. اما جامعه واقعا میشه تجزیه کرد. اگه تجزیه کرد، مثلا میتونیم به اصناف تجزیه بشه، یا به خانواده تجزیه بشه، یا به افراد جامعه تجزیه بشه. البته نسبت فرد و جامعه نسبت به وحدت و کثرت هست. در ادامه این توضیح رو هم ارائه کنم که از آنجایی که هر جزء از جامعه قابل تجزیه نیست و هر فرد حالت وحدت را در بر میگیرد و جامعه نیست، همان کثرت و فراوانی است که از اجزای انسانی تشکیل شده است. در واقع همانطور که فردگرایی در اسلام قابل قبول نیست، به همان اندازه نیست کثرت‌گرایی نیست غیر قابل قبول است. نمونه از این مهم را میتوان آیات قرآن کریم مثال آورد که از شورا بحث میکنه. پس در واقع نسبت فرد و جامعه نسبت وحدت و کثرت است، که همون بحث تجزیه پذیری جامعه است که در نهایت به فرد میرسه و فرد قابل تجزیه نیست. ما نمیتونیم بگیم این یک فرد و نیم هست، ولی خب جامعه قابل تجزیه هست به خانواده، گروه، اصناف و خانواده و افراد. نهادها، ساختارها و فرایندهای اجتماعی در نحوه عمل افراد در موقعیت‌های زندگی تاثیرگذار است، و اهمیت نهادهای اجتماعی و ساختارها بر کسی پوشیده نیست. پس سیاستمداران اجتماعی به تغییراتی که در محیط اتفاق می‌افتد را حساس می‌کنه و با توجه به پیچیدگی‌های اجتماعی که شیوه‌های گوناگون تأثیرگذاری را شناسایی می‌کنند، بنابراین سیاستگذاران تربیتی باید بررسی گسترده و تأثیرگذاری نهادهای اجتماعی و ساختارهای آن را برای دستکاری در عوامل محیطی آماده شوند. سپس برنامه ریزان تربیتی لازم است که تجزیه و تحلیل‌های به دست آمده از نهادهای اجتماعی را در اختیار متربیان قرار دهند و این موضوع را در راستای منابع علمی و دینی که باعث راه‌های اصلاح مداوم بوده انجام میدن. البته در اینجا منظور متربیان، فکر میکنم منظورش مربیان هست، اگر اشتباه نکنم. حالا اینجا اهمیت نهادهای مثل خانواده، نهاد آموزش پرورش، اون ساختارها و اون فرایندها و اون در واقع کارهایی که انجام میشه باعث میشه افراد در موقعیت‌های زندگی تاثیرگذار باشن نسبت به هم دیگه. و البته برنامه ریزان تربیتی، اون سیاست گذاران اجتماعی که رشته تخصصیشون در رابطه با مسائل اجتماعی، جامعه شناختی، روانشناسی و این موارد هست، رو در واقع برنامه ریزی میکنن تا اون نهادها و ساختارها و فرایندها کارکرد درستی داشته باشن. و در ادامه زمین سازی برای کسب شایستگی توسط شهروندان جامعه اسلامی عامل تحرک اجتماعی است. یعنی انسان‌ها توانایی‌های به دست آوردن شایستگی‌ها، لیاقت‌ها برای مشارکت فعال و پویا در حیات فردی و اجتماعی را دارند. در کنار آن، جریان تربیت و تصمیم گیرندگان
باید شرایطی ایجاد کنند که فرصت مناسب برای رسیدن افراد جامعه به صورت عادلانه به این شایستگی ها فراهم کنند و جریان تربیت زمینه های شناخت و تعالی ادامه دار این ظرفیت ها را بر اساس نظمی متعادل برای جلوگیری به بن‌بست رسیدن طبقات مختلف جامعه فراهم آورد. که زمین ساز الان این جامعه هر کدوم از اون شهروندان شایستگی های مختلفی دارند و این شایستگی ها باعث تحرک و حرکت جامعه میشه و حالا اون در واقع اون حیات فردی و اجتماعی که در جامعه هست تصمیم گیرندگان باید شرایطی رو فراهم کنن که باعث بشه اون جریان تربیت زمین شناخت و در واقع پیشرفت رو بر اساس اون نظم متعادل به وجود بیارن. خب در قسمت بعدی یا بهتر بگم بند بعدی او معذرت میخوام آقای کرمی جانم اسلاید رو پیدا میکنی یا من دوباره ببخشی من ماوسم یکم مشکل داره به این خاطر معذرت میخوام ببینید دوستان ما در بحث بله. روانشناسی و مبانی روانشناسی به انسان توجه کردیم، به یادگیری انسان، به رشد انسان، به شخصیت انسان، به هر آن چه که مربوط به رشد، ترقی و تکامل فردی انسان مربوط میشه ما بهش توجه کردیم. اما وقتی وارد مبانی جامعه شناسی میشیم ما میایم بحث روح جمعی انسان رو، بحث روح اجتماعی انسان رو مطرح میکنیم و نهادها، سازمانها، سیاستگذاریهای کلان رو داریم مطرح میکنیم. بنابراین وقتی اینجا بیان میکنیم که انسان با محیط و آحاد آن تعامل فعال دارد، یعنی ما دیگه فرد و انسان رو فراگیر رو برای خودش تربیت نمی کنیم، بلکه این فراگیر باید بتواند در تعاملات اجتماعی و در درون جامعه بتونه با سایر انسان ها مراوده، تعامل، ارتباط و زندگی مشترک داشته باشه. ببین یک فرد انسان وقتی میره ازدواج میکنه وارد زندگی جمعی میشه. یک نوزاد وقتی به دنیا میاد اول با مادر ارتباط برقرار میکنه، بعد پدر رو میشناسه، بعد برادر و خواهر رو و بعد پدر بزرگ، مادر بزرگ و این دایره ارتباطی نوزاد به تدریج گسترده میشه تا جایی که ما امروزه با این شرایط سنی و تکاملی که داریم دیگه با فرهنگ های مختلف، زبان های مختلف، قومیت های مختلف و آداب و رسوم مختلف ارتباط و تعامل داریم و این همون روح جمعی انسانه. اینجایی که آقای کرمی مطرح می کند اصالت فردی یا اصالت جمعی کدامش مهمه و ما باید کدامش رو داشته باشیم، اینجا بیان می کنید که نسبت فرد و جامعه نسبت وحدت در کثرته. نمیشه ما خودمون رو ذوب کنیم در جامعه و خودمون رو نادیده بگیریم، بلکه باید اون اصالت و تشخص فردی خودمون رو هم حفظ کنیم. اما نباید خودخواه هم باشیم و فردگرا بشیم، بلکه ما بین این دو تا ما باید در حال تعادل و باشیم. بعضی موقع ها مثلا میگم در دوران جنگ وقتی که جنگ به ما تحمیل میشه فرد از خودش میگذرد و برای کشور و میهنش به جنگ میره و کشته میشه. اینجا میگیم ما یه مقدار اون روح جمعی و اون اصالت اجتماعی و اصالت جمعی ما یه مقدار بولتر میشه، ولی بعضی موقع ها ما برای استخدامی باشه، برای حقوق و دستمزدی باشه، روح فردی یه مقدار اینجا برتر میشه. ما میخواییم کودک ما فردی باشد به دارای نظر و عقیده در جامعه باشد، ولی در این حال وقتی که تفاهم و تعاملی صورت میگیره در درون یک جامعه یا یک مکان، این فرد ما هم همسو باید با اونا باشه. پس در عین حفظ اصالت فردی میتواند نسبت به اصالت اجتماعی هم دیدگاه مثبتی داشته باشه. بقیه گزینه ها رو خوب داره بیان میکنه آقای احمدی که نهادها، ساختارها، فرآیندها برای غایت مشترکی هستند و اینها تأیید کننده همدیگه در بحث جنبه تربیتی جامعه باید باشه. مسجد باید تأیید کننده نهاد آموزش پرورش باشد. سازمان تبلیغات باید همسو با آموزش پرورش باید بتونه حرکت کنه. اینجاست که ما یه سری نهاد داریم که غایت همه مشترکه، تربیت فردی متعهد و متخصص که بتواند در جامعه مثبت ثمر واقع بشه. اما کارگردان اینجا ممکنه با هم یک مقداری با هم تفاهم نداشته باشند، اما در هدف با هم همسو هستند.
خب ما زمان کمتری داریم آقای کرمی عزیز، انشالله بتونید در چند دقیقه بحثتو جمع کنی که بریم گروه دوم انشالله. بسیار خوب، چشم استاد عزیزم. نهادهای اجتماعی دارای هدف مشترک و کارکرد همدیگر رو در راستای همدیگر تکمیل میکنن، یعنی نهادهایی مثل آموزش پرورش، نهادی مثل خانواده، همین نهادها، مثلا نهادهای نظامی، نهادهای امنیتی، همه اینها در واقع دارای هدف مشترکی هستند و بر اساس قانون اساسی و حالا قوانینی که حالا میتونه زیر مجموعه قانون اساسی باشه، در راستای همدیگر که همدیگر رو تکمیل میکنن، در واقع برای سعادت و پیشرفت و اون بزرگی و عظمت اون کشور که ایران هست در این راستا حرکت میکنه. حالا اگه خیلی بخوام مختصر بیان کنم، اما اینجا یه نکته ای هست که نباید فراموش کنم. وقتی که مثلا نهاد خانواده، اون والدین، حالا اون کاری که اون وظایفی که رو باید انجام بدن انجام نمیدن، واقعا نهاد آموزش پرورش نمیتونه این نهاد خانواده که کمکاری کرده رو جبران کنه، یا نهاد مثلا حالا یه سازمان نظامی یا که کار در واقع حفاظت از مرزهای کشور هست، وقتی نهاد امنیتی کم و کاستی باید حالا انجام بدن و اون نهاد امنیتی که باید کارش رو درست انجام نده، باعث میشه ضربه به نهاد نظامی هم وارد بشه. یعنی همه این مجموعه ها دارای یک هدف مشترک هستن که اون سعادت و خوشبخت بودن ملت هست، هم در این دنیا و هم در دنیای دیگر، دنیای بعد مرگ و البته حیات طیبه هم که نزدیکی به خدا و اون آرامشی هستش که در واقع ما میتونیم خیلی عمیق بیان کنیم. و اینجا هم خب بیان کرده نهاد خانواده که نقش غیر قابل انکاری در تربیت جامعه بر عهده دارد، یکی از نهادهای بنیادی جامعه است، چون این نهاد خانواده هست و از اون بگیم از صفر تا صد، اون صفرش اون از خانواده، اون تربیت از خانواده شروع میشه. حتی از نگاه اسلام سلامت جامعه به وجود خانواده های سالم بستگی داره و نهاد خانواده که کوچکترین واحد اجتماعی است، برها تاثیرگذارترین و مهمترین در واقع عضو جامعه به حساب میاد. در جریان سنین رشد کودکی و نوجوانی در واقع نقش کلیدی داره و احادیث و آیات مکرری هم در رابطه با تربیت فرزندان و نقش والدین هم در واقع بیان شده. خب در واقع وقتی که نهاد، یکی از نهادها کارش رو به درستی انجام نده، مثل همین نهاد خانواده برای تربیت فرزندان، باعث میشه نهادهای دیگر هم ضربه بخورن. دو نظریه کلان که حالا بحث آخر هست، بله، در روند شکلی، البته این رو هم بگم، در روند شکلی و تحول جامعه باید بین فرایند انسجام اجتماعی و فرایند تمایز یافتن واحدهای اجتماعی به منظور پذیرش کثرت و بر اساس اصل وحدت در کثرت و غیره جمع نمود. حالا این منظورش چیه؟ که خیلی طولانی، یه پاورقی طولانی هم نوشته، من خیلی ساده بگم، در شکل‌گیری و تغییرات جامعه دو جریان کلان نقش و دخالت دارند. جریان اول انسجام یافتگی یا انسجام جامعه است که به فرایند شکل‌گیری و ایجاد مجموعه های واحدی از انسان‌ها، که این مجموعه های واحد انسان‌ها رو جامعه ایجاد می‌کنه. در این جریان واحد اجتماعی از قبیل گروه‌ها با افراد با هم پیوند می‌خورن و اون جامعه رو تشکیل میده. اما جریان دیگر تمایز یافتگی است که این فرایند تمایز موجب میشه که شخصیت بخشی از افراد و واحدهای اجتماعی و اون گروه و اصناف در جامعه به وجود میاد. همین باعث انشعاب و کثرت و چند دستگی در گروه ها و بخشهای جامعه و ایجاد خرده فرهنگها میشه. حتی به برخورد و تعارض بین این گروه ها، دسته ها، خرده فرهنگها و اصناف منجر میشه. البته این دو نظریه کلان جامعه شناختی است که
استاد باید یعنی البته البته باید که نه، استاد اگه لطف کنن بیشتر توضیح بدن ممنون میشم. و اینجا هم میخوام این خط آخر رو بخونم که نباید فراموش کرد که روی کرده جامعه شناختی مطلوب هر دو جریان کلان در کنار همدیگر هستن، یعنی هم واقعا انسجام اجتماعی مهم هست، هم تمایز یافتگی ها هست، هم این دو جریان هست که در کنار هم زندگی میکنن و این زندگی باعث شده جامعه روحی داشته باشه و به دنبال سعادت و خوشبختی باشه. البته اینجا هم که در پایان عرض کنم به پایان آمدیم دفتر، حکایت همچنان باقی است، به صد دفتر نشاید گفت حسب حال مشتاقی. البته این رو هم بگم استاد، خیلی تشکر میکنم از همکاران عزیزم، آقای حسام الدین علیمی از بوکان، سوران قادری از سردج و بقیه همکاران عزیزم که البته همون کرد هستیم و در استان آذربایجان غربی زندگی میکنیم، و البته آقای قهرمانی هم که در استان کردستان هست. ببخشید دیگه خیلی طولانی شد و اگر سوالی هست در خدمت شما هستم و خیلی متشکرم که به این حقیر گوش دادید. من احمد کرمی هستم، دارای مدرک مهندسی نرم افزار از استان آذربایجان غربی، شهرستان کردنشین بوکان. دست دارم نکنه آقای کرمی، خیلی خوب بود از شما و تیم قویت که اسلایده خوبی رو تهیه کرده بودیم، ممنونم، کار خوب بود. خواهش میکنم، خواهش میکنم، خداحافظ کنم. قبل از اینکه من بخوام یک مروری روی بحث داشته باشم، آقای عباسی لطفا دستتون رو بالا بگیرید. آقای عباسی که اسمتون بیاد اول که من بتونم میکروفون شما رو روشن کنم. آقای کرمی میکروفونتون رو لطفا قطع کنید، شما میکروفونتون رو قطع کنید. سلام آقای عباسی. آقای عباسی میکروفون شما روشنه، انشالله که ما بتونیم صدای شما رو داشته باشیم. آقای عباسی سلام آقای مهدی. صدا میاد؟ با سلام و عرض ادب و احترام خدمت استاد ارجمند جناب آقای مرادی و دوستان و همکاران گرامی و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان. صدا میاد؟ بله بله صدا تو دارید، بفرمایید. من مهدی عباسی هستم، ارشد نرم افزار خوندم، در خدمت شما همکاران گرامی هستم. امروز میخوایم درباره تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران موضوعاتی را خدمتتون ارائه بدیم. از صفحه 226 الی 236 مربوط به گروه ما، یعنی گروه سوم هست. آقایان قاسمی و آقای طاهرخانی آماده هستند تا برای شما همکاران گرامی ارائه درس امروز را انجام بدن. با تشکر از صبر و بردباری شما. آقای قاسمی بفرمایید. دست شما درد نکنه. پس انشالله آقای عباسی شما میکروفون رو قطع کن که آقای قاسمی بتونه ارائهش رو شروع کنه. آقای قاسمی باشه، چشم.